سلام، خوبین؟ امروز اومدم چشمه مرتضی‌علی توی روستای خرف. توی حدود فکر می‌کنم 15-20 کیلومتر توی شهرستان طوس هستش. همینطور که میبینید کلی توریست هم از شهرهای دیگه ایران هم اومدن و هنوز اول صبح بودن، ساعت 9 صبح، و میبینید که خیلی هم شلوغ شده و حتما از این شلوغ‌تر هم میشه. ببینیم چشمه مرتضی‌علی چه خبره. الان توی فصل زمستون اسفند ماه سال 1401 هم هستیم. سلام، خوبی؟ قربون شما، سلامت باشین. 20 خدمت آقا. بیست تومن ورودی روستا چشمه مرتضی‌علی فردا. دست شما در نکن، خیلی ممنون. بعد از روی این پله ها بریم پایین و برسیم به اونجا و بریم داخل دل کوه. قبلا ها میتونستیم ماشینا رو میآوردیم اونجا پارک میکردیم، بعد دیگه راحت از همونجا میرفتیم، ولی الان راهشو بستن، راهی که ماشین رو بودت به اونجا میومده، و الان باید همه همینطوری از روی بالا پارک کنیم و ماشینا رو و پیاده بیایم به اینجا برسیم. البته خب از یه نظر خوبه دیگه که این منظره زیبا رو از دست نمیدید، ولی برای اونایی که گفتم راهشو بستن، ولی یه ماشین اومده اون پایین یه جوری پس رد کرده اون قسمت رابندون رو رد کرده. ناکنین وقتی بهتون گفتم که توی ویدیو ازمیغان بود فکر میکنم، گفتم سمت طبس که میان مجهز بیان، به این خاطره که ناکنین من چقدر مجهز اومدم. اینم میدید بالاتر که دیگه مجهز باشید. الان من مجهز شدم و راحت میتونم از اینجا اینطوری رد بشم. یکی از چیزهای جالبی که این چشمه مرتضی‌علی داره اینه که این آبی که از رودخونه میاد و شما پاهاتون رو توش میذارید و توی همین دره حرکت میکنید، بعضی از جاهای آب سرده و یه قسمتی از آب گرمه. مثلا ممکنه که من اینجا پامو بذارم آبش سرد باشه، ولی مثلا تو اون قسمت اون طرف که بذارم پام گرم باشه، یا بعضی جا حتی توی یه قسمت آب سرد و گرم همزمان به پاتون میخوره، و این خیلی نکته جالبیه. و یه جایی پات یخ میکنه، میری تو آب گرم باز کیف میکنی، باز بعضی جا هم دوست داری پات گرم میشه، دوست داری آب سرد به پات بخوره.
نگاه کنید اینا چون که دمپایی نیاوردن، نگاه کنید داره به چه باید چه حرکت هایی بزنه. ببینید خب راحت دمپایی بیارید راحت. الان اینجا آب گرمه، این طرف اینجا که پامو میذارم سرده، سردتره. خیلی جالبه، انگاری از اینجا داره آب سرد میاد، از اینجا داره آب گرم میاد. سلام، خوش گذشت؟ خوب بود؟ بگردین سنگای خوشگلی اینجا گیر میاد. مثلا این سنگی نها به اینجا خوشگله. یا اون سوراخ‌های توی کوه بکنی چی همین سوراخ ها؟ که اونجا رو سوراخ کرده. چه گلوه سنگایی، نگاه کنید در اسفند ماه سال 1401 هستیم در چشمه مرتضی علی روستای خرف در 15 کیلومتری طبرس و 300 کیلومتری بیرجند. همینطور که می‌بینید دارن برای خودشون آب بازی می‌کنن و زیر پای من از یه طرف آب سرد و از یه طرف آب گرم به پای من می‌خوره. این معجزه طبیعت، اونم در چشمه مرتضی علی. دقیقا اینجا الان آب سرده و اینجا این پای من آب گرمه. بذارید رو به دوربین، الان اینجا آب گرم به پای من میخوره و اینجا آب سرد. کاش میتونستم از طریق ویدیو بهتون نشون بدم، ولی خب دیگه باید به من اعتماد کنیم. الان آب سرد و گرم رو حس میکنید؟ کدوم طرف سرده؟ الان اینجا سرده. تو چیز خاصیه داخل؟ آقای حسینی مو. آقای حسینیه.
دیدم نمیشه آب حسینی. چرا؟ فقط پاهاشون مزرکست. رفته داخل دل طبیعت دیگه. اهل آب حسینی باشید، برای خودتون بیاد اینجا بشینید، کیف کنید. بله. اینا چقدر خوشگلن خدایی. نگاه کن. چقدر خوشگلن. اینجا هم نوبتی دارن عکس میگیرن. قسمت انقدر آب سرد بود پاهم درد گرفت، خیلی سرد. خب اینجا جایی هست که یه مقداری سخته. از این زیر به این صورت باید رد بشه. نکنید به این صورت. بریم از اینجا رچیم، از اینجا رچیم، موفقیت از این طوله رد شدم. موفقیت رد شدیم ولی پاهم یخ زد. اومدیم بیرون به این دروازه رسیدیم. خب تا اینجا اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفا حتما لایک بکنید و اگه دوست دارید بیشتر از ویدیوهای من ببینید کانال من رو سابسکرایب بکنید. اینجا الان این دروازه پشت سر من رو که ببینید این تقریبا نیمه راه چشمه مرتضی علی است و همینقدر که تا اینجا اومدیم مثلا حدوداً یه نیم ساعتی حداقل هست که داریم پیاده روی میکنیم و همینقدر دیگه هم راه هست تا حالا به یه چشمه دیگه هم هستش به اون چشمه برسید و اون چشمه هم مثل همین چشمه هایی که توی راه دیدیم یه حالتیه که آب از داخل دل کوه به بیرون ریخته میشه. اگه دوست داشتید میتونید ویدیوی روستای ازمیوان رو هم اینجا ببینید و اونم توی همین حدود 10-15 کیلومتری شهرستان طبرس هستش و اگه وقت اومدید توی این منطقه میتونید هم ازمیوان برید هم طبرس و هم کال جمنی، میتونید این ستا رو حتما دیدن بکنید. حالا داخل خود طبرس هم که باغ گلشن هست که فوق‌العاده معروف هست، ارگ قدیمی طبرس هست که اونم خیلی معروفه و حالا اگه بتونم یه ویدیو از ارگ طبرس و باغ گلشن هم
میگیرم میذارم. زنده باشید، دمتونم گرم. خب همینطور که مشاهده کردید تا اون دروازه ما رفتیم، همونجا استراحت کردیم و بقیهش رو میذارم خودتون توی ویدیو. همه چی رو براتون اسپویل نمی کنم، نمی خواهم که بیمزه بشه. یه جایی رو هم بذارم که خودتون وقتی اومدید برید ببینید. چشمه بعد از اون دروازه هم یه چشمه خیلی قشنگ هستش. ماشین همون بالاست، بریم اونجا که با چشمه مرتضی خداحافظی کنیم. وای بالاخره رسیدیم بالا. خیلی پلاش بد بود، خیلی سخت بود بالا آمدنش. واقعا خیلی سخت بود پلاش. پایین اومدن از پلاش راحت بود، ولی بالا اومدنش خیلی سخت بود. یه راه داشت که میتونستیم ماشینا رو ببریم پایین، اون راه رو بسته بودن، ولی بعضی از ماشینا خودشونو از اون حالت خاکریزی که درست کرده بودن به زور رد کرده بودن، اومده بودن پایین. در کنار این سد زیبا که پشت سر من میبینید، ویدیو ازمیخان رو به اتمام میرسونم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً لایک و کامنت یادتون نره و کانال من سابسکرایب کنید که کلی بهم انرژی میده. دمتونم گرم، زنده باشید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.